غارت دلیل اصلی ورشکستگی اقتصادی نظام آخوندی. گفتگوی اسکای نیوز با موسا افشار، عضو کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران. اقتصاد متدهور اصلا و سیعانی مزیدا من التدهور. اقتصاد فروپاشیده رژیم ایران روز به روز بیشتر فرو می پاشد. این عنوان نشریات متخصص اقتصادی است که تحریم‌های آمریکا علیه رژیم ایران را تحلیل می‌کند. خبرگزاری بلومبرگ می‌نویسد از ماه می که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خروج از برجام را اعلام کرد، ریال 70% از قیمتش را از دست داد. از ماه دسامبر صادرات نفت خام به میزان 16% کمتر شده. این وضعیت اقتصاد رژیم قبل از اجرایی شدن دومین بسته تحریم‌های آمریکاست. دونالد ترامپ به رژیم ایران وعده داده است که مانع خروج نفت خام از ایران شود و صادرات نفت ایران به صفر برسد. 40% از بودجه رژیم از درآمد نفت است، ولی رژیمی که 2.5 میلیون بشکه نفت در روز تولید می‌کرد، قرار است که هیچ تولیدی نتواند بکند. در بعضی شهرهای ایران میزان بیکاری نزدیک به 60% است. در بررسی این موضوع، موسی افشار عضو کمیسیون خارجی شورای ملی مقاومت ایران به اسکای نیوز گفت: طبعا هناك جذور اقتصادیه عمیقه للحاله الاقتصادیه التي تشهدها ایران. سقوط اقتصاد ایران ریشه‌های اقتصادی عمیقی دارد، ولی به دلیل عمق این ریشه ها مشکلات اقتصادی به مشکلات سیاسی تبدیل شده و رژیم نمیتواند از آن فرار کند. طی 3 سال اخیر رژیم حاکم بر ایران شاهد هیچ گونه تحریمی نبوده، بلکه برعکس به آن 150 میلیارد دلار هم داده شده است. در ثانی طی این دوره فروش نفت ایران بعد از برداشته شدن تحریم نفت ایران نزدیک به 2 میلیون بشکه در روز رسید. قبل از اینکه تحریم‌های آمریکا شروع شود، چنین وضعی وجود داشت. بنابراین شکاف بزرگی را در نظام اقتصادی ولایت فقیه پیدا می‌کنیم. این شکاف یک دلیل دارد. آن هم یک دزدی برنامه‌ریزی شده توسط بیت خامنه‌ای و پاسدارانی است که به بزرگترین سرمایه‌داران ایران تبدیل شدند. برای مثال مجله اکونومیست نوشته است سرمایه‌ای که در دست آستان قدس رضوی است 1.3 میلیارد دلار است و این تمامی سرمایه‌ای نیست که در اختیار این بخش از رژیم قرار دارد. بنابراین مشکل اصلی در نظام اقتصادی این رژیم تاراج ثروت‌های مردم است که در پروژه‌های موشکی و حمایت مالی از شبه نظامیانش در خارج ایران هزینه می‌شود. مؤسسة اقتصادية تقريباً